کریمی، علی سعود توی بادوبند قرمز کشتی میگه در برابر علی سعود، در برابر علی رضا کریمی دو کشتیگیر بگیرم. دو سال قبل در فینال دسته یک با هم کشتی گرفتن، اون موقع علی سعودی 79 کشتی میگرفت و سبکتر بود خیلی وزنش، دوباره 80-81 کیلو وزنش بود با علی رضا کریمی در وزن 86 کشتی گرفت. اونجا علی رضا کریمی موفق شد علی سعودی رو شکست بده دو سال قبل. حالا علی سعودی بدنش پر کرده و دیگه به وزن 86 اومده. باید ببینیم این کشتی چه خواهد شد. یک دقیقه از وقت سپری شده. علی سوادکویی دستاش یک سر کار میکنه و داورا تقاضای کمکاری میکنن، تقاضای اختیار کمکاری میکنن برای علیرضا کریمی. تماشاگران سالن هم علی سوادکویی رو مورد تشویق قرار میدن. یک دقیقه و 20 ثانیه از وقت سپری شده. اینجا اختیار کمکاری برای علیرضا کریمی در نظر گرفته میشه. اختیار 30 ثانیه روی علی کریمی قرار میگیره توسط داوران. یک دقیقه و 30 ثانیه از وقت سپری شده. سانی به پایان میرسه و یک امتیاز داوره برای علی سوادکویی در نظر میگیرن. بعد از این کشتی هم فکر میکنم عزت‌الله اکبری و مبین عظیمی روی همین دوشک و موضوع مبین عظیمی که تقریبا حدود 10 کیلو وزن کم کرده که به وزن 86 بیاد واقعا کار سختی داره. دست علی سوادکویی رو ببینید، از ثانیه اول داره کار میکنه. 30 ثانیه از وقت باقی مونده. داور حالا از علی سوادکویی میخواد که یک مقداری آرومتر با دستاش کار کنه، ولی خب این شاخصه اصلی کشتی علی سوادکویی از کار کردن منظم و یکسره دست‌ها. ثانیه پایانی تایم نخست آقای کمیل قاسمی و سعید باگذاری علیرضا علی سوادکویی رو تراخوش میکنند. یکی از حساس ترین کشتی های وزن 86 کیلوگرم. کم کم داریم به کشتی های مرحله یک چهارم و نیمه نهایی نزدیک میشیم. تایم دوم آغاز شده. علیرضا کریمی مچ دست رو گرو میگیره. علیرضا کریمی علی سوادکویی اجازه کار رو نمیده. هر دو اسمشون علیه. من چند بار علاقاتو حالا باز زیگیری اقدام میکنه. علی سوادکویی چه زیری میگیره. این علی سوادکویی موفق میشه اینجا واک کنه. علیرضا کریمی رو میخواد یکی که بارانداز هم اجرا کنه که اینجا موفق
نیست. داورا اعتقاد دارن که خاک نشد و یک امتیاز به علی سوادکویی میدن. حساب کار 2-0 است به سود علی سوادکویی. حالا عرض کریمیه که یه ذره جلو کشیده علی سوادکویی به سمت خودش، سعی کرد قوس کنه از بغل زیر بگیره، سعی کرد به اختیار میگیره عرض کریمی. عرض کریمی دارنده 3 مدال جهان، قهرمان آسیا، قهرمان بازی‌های آسیایی. همین حالت رو میگم، قوس کنه از بغل زیر میگیره علی سوادکویی، اینجا موفق میشه خاک کنه علی رضا کریمی رو. ببینیم علی سوادکویی میتونه یکی دیگه از بزرگای دنیای کشتی رو به لیست خودش اضافه کنه یا نه. 4-0 پیش از علی سوادکویی. اولی میدون وزن 86 کیلوگرم خودش رو داره تجربه میکنه در مسابقات جهانی، در مسابقات کشوری. یک دقیقه 25 ثانیه از وقت باقی مونده. با دستا خوب داره کنترل میکنه علیرضا کریمی رو. ببینید 5-6 بار کریمی برای زیرگیری اقدام کرد، ولی خب علی سوادکویی اجازه کار رو نمیده. کم کم داریم به مرز یک دقیقه میرسیم. حساب کار 4-0 رسیده علی سوادکویی است. بازم برای میشینه برای زیرگیری علیرضا کریمی که علی سوادکویی اجازه کار رو نمیده. 45 ثانیه از وقت باقی مونده. باور کنید رد شدن از دستان علی سوادکویی خیلی کار سختیه. حالا من نمیدونم مربیان البرز به چه چیزی اشاره میکنن، به چه چیزی اعتراض دارن. عروسک چالنج رو پرت کردن وسط و میخواستن ظاهرا با علیرضا کریمی صحبت کنن. عروسک رو پرت کردن که بتونن با علیرضا کریمی صحبت کنن و یه کارت زرد مربی البرز میگیره از داور. 30 ثانیه از وقت باقی مونده. علی سوادکویی ببینید چجوری دستا رو کنترل میکنه. دستا زیر کت میزنه علی سوادکویی. به مرز 15 ثانیه میرسید. شاید یه چیزی حدود 10 تا زیرگیری علی کریمی رو رد کرد. علی کریمی یکی از بهترین زیرگیرهای دنیا هست، دارنده 3 مدال جهان. 7 ثانیه مونده به پایان. علی رضا کریمی تسلیم میشه و علی رضا کریمی به لیست علی سوادکویی اضافه میشه. یکی دیگه از عنوانداری جهان رو شکست میده علی سوادکویی و انتقام 2 سال قبل رو میگیره از علیرضا کریمی. خط و نشان علی سوادکویی برای تمام مدعیای وزن 86 کیلوگرم. 4-0 علی کریمی حتی نتونست پای سوادکویی رو لمس کنه.